چرا خانوما نتیجه ای که از رژیم کیتوژنتیک میگیرن به نسبت آقایون خیلی بهتره و آقایون فقط در موارد خیلی خاصی میتونن نتیجه خیلی خوبی از رژیم کیتوژنتیک بگیرن. تو این ویدیو میخوایم ببینیم علتش چیه، چجوری آقایون میتونن اون نتیجه رو بگیرن و چرا خانوم ها نتیجه بهتری میگیرن، و کلا صحبت بکنیم راجع به رژیم غذایی کیتوژنتیک چی هست و چی کار میکنه. سلام دوستان، امیر میرکریمی هستم، مربی بدنسازی حرفه‌ای و تغذیه ورزشی از فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB. خب بدن ما سه تا منبع سوخت داره. ترجیح میده اول از همه کربوهیدرات رو به عنوان منبع سوخت انتخاب بکنه و انرژی بدن شما رو تامین بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هزینه تولید انرژی از کربوهیدرات برای بدن کمتره. اگه نبود یا کم بود میاد سراغ چربی، شروع میکنه چه چربی داخل بدنتون چه چربی که از غذا میخورید، اون میاد سراغ چربی، چربی رو تبدیل میکنه به انرژی. اگه چربی هم نبود آخرین انتخابش پروتئینه. ببین پروتئین یه خیلی انرژیش زیاده، انرژی که صرف میکنه تا بخواد اونو تبدیل بکنه به انرژی، چون باید تو بدن این سری فعل و انفعالات اتفاق بیفته تا بتونه اینو به عنوان انرژی مصرف کنه. هزینهش برای بدن یکی زیاده، دو اینکه پروتئین خیلی مفیده برای بدن، یعنی انقدر کارهای دیگه هستش با پروتئین تو بدن میتونه انجام بده که گذاشته انتخاب آخر، سعی میکنه انرژی رو از چربی و کربوهیدرات بگیره. خب تو رژیم غذایی کیتوژنتیک میایم چیکار میکنیم؟ میایم چربی رو میبریم بالا، پروتئین رو میبریم بالا، کربو رو قطعش میکنیم تقریبا. یعنی تقریبا 5% انرژی که ما داریم میگیریم میاد از کربوهیدرات میشه. یعنی چیکار میکنیم؟ میای بدنی که عادت داره از کربوهیدرات غذا بگیره رو میگه و کربوهیدراتش رو قطع میکنی. دیگه کاری نمیتونه بکنه بدن، مجبوره بره سراغ چربی. خب وقتی که بدن میره سراغ چربی باید اون فعل و انفعالاتی هم که اتفاق می افتاده تا انرژی رو بدن فراهم کنه هم تغییر بکنه. بنابراین میاد چیکار میکنه؟ میگه خب من کربوهیدرات که ندارم، کربوهیدرات ندارم یعنی من تو غذام سیب زمینی نیست، برنج نیست، نون نیست، میوه نیست، جو دوسر نیست، خیلی هر چی کربوهیدرات، شیرینی ها کلا نیست. میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه خب من چربی رو باید تبدیل کنم. برای این کار باید بیاد کیتون تولید کنه. وقتی که از کربوهیدرات انرژی میگرفته گلایکوژن تولید میکرده، الان کیتون مجبور تولید کنه. خب تا بخواد بیاد این تغییرات رو تو بدن ایجاد کنه و شروع کنه به جای اینکه انرژیش رو قند بگیره گلایکوژن تولید کنه، میخواد بیاد کیتون تولید کنه، این پروسه تقریبا 4 تا 7 روز طول میکشه. پس 4 تا 7 روز اول رژیم شما خیلی سخته. حستون چیه؟ کم انرژی، خسته اید کلن تو روز، بعد از لحاظ ذهنی تمرکز ندارید به خاطر اینکه کیتونی هم که برای مغز تولید میشه تا مغز عادت کنه بخواد با اون کاراشو انجام بده برای سخته. سردرد میگیرید، خیلی 50% افراد سردرد میگیرن تو هفته اول، ولی همه اینا بعد از هفته اول حل میشه. از هفته دوم حالتون بهتر میشه، پمپ عضلانیتون هم کم میشه، یعنی اون دم عضلانی هم کم میشه، چون خب با کربوهیدرات بوده دیگه، گلایکوژن سوخت عضل است. وقتی که نباشه تا بخواد کیتون بیاد اون قابلیت گلایکوژن رو نداره. بنابراین این اتفاقا میفته، اما بجز اون دم عضلانی که گفتم بهتون که کمتر میشه، بقیه مشکلاتتون تقریبا میشه گفت حل میشه. خب بدن شما یاد گرفته کیتون تولید کنه. اگه شما بیایید همون غذایی که از چربی و از کربو دارید، ببخشید از چربی و پروتئین میگیرید و کمش کنید، حالا میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه خب حالا چربی تو غذا نیست، تو بدن که هست، میاد میره سراغ چربی بدن. چون تولید کیتونش بالاست، یعنی به اصطلاح پروسه کیتوسیس داره سریعتر انجام میشه، چربی بدن هم سریعتر از بین میره. خب میشه رژیم غذایی کیتوژنتیک. یعنی میگن که رژیم غذایی کیتوژنتیک بگیر که بدنت راحت تر بتونه چربی سوزی کنه. حالا یه اتفاقی میفته که میایم میبینیم که همین رژیمو یکسان میای به خانوما میدی به آقایون هم میدی، اما میبینی خانوما خیلی بهتر وزن کم میکنن. علتش چیه؟ کلا زندگی فکر کنم برای مردا سخت‌تره. یه اتفاقی که میفته اینه که
خانوما وقتی این رژیم رو میگیرن سری بالا تنشون چربیش از بین میره، شکم پهلوشون که خیلی دوست دارن این اتفاق بیفته خیلی سری از بین میره، و میرسیم سراغ باسن و پا که اونا دیرتر چربیش کم میشه. خب خیلی هم اصلا دوست دارن اونجا چربی کم نشه، خیلی میرن چربی تزریق میکنن. اما اگر حرفه‌ای تر برن جلو ورزش هم بکنن اون هم چربیش کم میشه. خب حالا میایم میبینیم که خانوما این رژیم رو میگیرن، نتیجه خوب میگیرن، آقایون نمیگیرن. برای چی؟ ببین آقایون کلن مقدار عضلشون بیشتر از خانوما هست دیگه، بنابراین خیلی بدنشون وابسته تر به هورمون رشده و IGF-1 که تو کبد از هورمون رشد داره تولید میشه. خب وقتی کربو رو قطع میکنی IGF-1 سطحش میاد پایین به خاطر اینکه هورمون رشد سطحش اومده پایین تر، و وقتی که IGF-1 کم تر دارید عضلتون نگه داشتنش سخت تر میشه. یعنی در اصل اگر هم چربی از دست بینید شروع میکنید به عضله از دست دادن. بخاطر همین اون چیزی که تو خانوما میبینی تو آقایون نمیبینی. خب برای خانوما هم اتفاق میفته، اما چون عضلشون کمتره اون IGF-1 کم شده ولی میتونه عضلاتشون رو نگه داره، تو آقایون نمیشه. یکی اینه، یکی اینکه یه فعل و انفعالاتی اتفاق میفته که حالا توضیحش تو حوصله این ویدیو اصلا نمیگنجه، اما یه هورمونی هست به اسم SHGB. وقتی که کربوهیدراتو کم میکنیم این مقدارش تو بدن زیاد میشه. خب این هورمون هورمونیه که از تستوسترون تولید میشه و یه سری چیزا بهش میچسبه، میشه SHGB و این هورمون سکس شناخته میشه. اتفاقی که میفته اینه که وقتی که این زیاد میشه استروژن زیاد میشه. وقتی استروژن تو بدن آقایون زیاد میشه بدن دوست داره چربی رو ذخیره کنه دوباره. به خاطر همینه که وقتی آقایون میان رژیم کیتوژنتیک میگیرن نتیجه‌ای که خانوما میگیرن رو ندارن. خانوما چجوریه؟ سطح تستشون پایینه و این هورمونی هم که ما داریم اصلا نقشی تو بدن اونا به اون شکل ایفا نمی‌کنه و استروژنش اتوماتیکوار بالا هست. به خاطر همین خانوما خیلی نتیجه خوبی میگیرن، آقایون نتیجه نمیگیرن. نه که نتیجه نگیرن و اونجوری که باید نتیجه نمیگیرن. این که مثلا فکر کنه یه نفر خیلی عضله داره 100 کیلو 90 کیلو بعد کات میکنه با این، اصلا نمیشه همچین چیزی، مگر اینکه یه اما داره. اما مهمترینشه این که تو دوره باشه. وقتی که تو دوره ای دیگه بدنت این هورمونا رو خودش قرار نیست تولید کنه، شما تو دوره دارویی هستی، استروید مصرف میکنی، پپتاید مصرف میکنی، اینا رو داری میرسونی، اون رژیمه رو هم میای میگیری، اون موقع است که نتیجه خیلی عالی میشه. یعنی قبل از مسابقه این که میبینید یهو 3-4% چربی کم میکنن همین کارو میکنن، داروها رو استفاده میکنن، کربوشون هم کم میکنن، یه جوری قطع میکنن اصلا، و رژیمشون هم خیلی سخته اما دارو دارن دیگه. اون اتفاقای بدی که گفتم، دوتا اتفاقی که گفتم میفته، برای اونا نمیفته، چون اونا سوماره که دارن میزنن قربونش برم نزدیک 16 تا 32 واحد میزنن قبل مسابقه که یه چیز هلوهوش 16 برابر آدم عادیه، و اونو که میزنن هیچی، مثلا IGF-1 میزنن، استروئیدا، حالا مثلا تستوسترون کم، شاید کمتر میزنن در مسابقه، مثلا مستران، انوار، خیلی چیزهای دیگر رو استفاده میکنن، باعث میشه که اون اتفاقایی که گفتیم نمیفته دیگه و نتیجهشون خیلی عالی تر میشه، خیلی خوب میشه واقعا. اون موقع است که رژیم کیتوژنتیک آقایون باید بگیرن، ولی در غیر این صورت خانوما کیتوژنتیک بگیرن نتیجهش عالی میشه، آقایون نگیرن، بیان غذاشون رو کم کنن، کربوشون رو نگه دارن. اصلا کربو خیلی مهمه. یه آقای رضا فامیلیشون یادم رفته، جز استادای بدنسازی تو کانادا بودن، من یه مصاحبه کرده بودن، مرد بدن زیبای کانادا هم شدن یه سال، رفته بودن اونجا یه مصاحبه کرده بودن. بعد خب چون ایران بودش با علم بدنسازی ایران آشنای کامل داشتی، که وقتی اونجا رفته بود
دیده بود که اونا چجوری رژیمای غذایشون با مربی اونجا و که افراد اونجا کار کرده بود، دیده بودش که کربوهیدراتونو خیلی بیشتر از ما مصرف میکنن. بعد گفته بودن باشون مصاحبه کرده بودن، گفته بودن که چرا ایرانی ها کاتاشون عمیق نیست. گفته بود وقتی اینکه ایرانی ها کربو کم مصرف میکنن، اصلا یه جورایی ما ترس کربومون خیلی زیاد شده. اگه اندازه غذا بخوریم، میخوایم کات بکنیم، کات میکنیم، ربطی به کربو نداره. سعی کنید کیتوژنتیک استفاده نکنید مگر اینکه تو دارویید. این دیگه بخوایم خلاصه بگیم همینه. واقعا اگه تو دارو نیستید کیتوژنتیک اصلا نرید، به درد نمیخوره. خب دوستان، این ویدیو به پایان رسید. اگر این ویدیو خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو بر دوستانتون شیر کنید و اگر تا به حال کانال ما رو سابسکرایب نکردید، کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.